فصل نهم. پیمان اول شامل آداب و رسوم مذهبی و عبادتگاه زمینی بود. خیمه‌ای که از دو قسمت تشکیل شده بود. در قسمت بیرونی آن، یعنی در قدس، چراغ پایه و سفره و نانی که به خدا تقدیم شده بود قرار داشت. و در پشت پرده دوم اتاقی بود که قدس الاقداس نام داشت. آتشدان زرین که برای سوزانیدن بخور به کار می رفت و صندوقچه پیمان که تماماً از طلا پوشیده بود در آنجا بود. آن صندوقچه محتوای ظرف زرینی با نان منا بود و چوب دستی شکوفه کرده هارون و دو لوح که بر آن کلمات پیمان نوشته شده بود قرار داشت. در بالای این صندوقچه کروبیان پرجلال خدا بر تخت رحمت سایه گسترده بودند. اکنون فرصت آن نیست که هر چیزی را به تفصیل شرح دهیم. پس از اینکه همه این چیزها آماده شد، کاهنان هر روزه به قسمت بیرونی آن داخل می شدند تا وظایف خود را انجام دهند. اما فقط کاهن بزرگ می تواند به قدس الاقداس برود و آن هم سالی یک بار و با خودش خون می برد تا به خاطر خود و به خاطر گناهانی که مردم از روی نادانی کردند آن را تقدیم نماید. روح القدس به این وسیله به ما می آموزد که تا وقتی خیمه بیرونی هنوز برپاس، راه قدس الاقداس به سوی ما باز نشده است. این امر به زمان حاضر اشاره می کند و نشان می دهد که هدایا و قربانی هایی که به پیشگاه خداوند تقدیم می شد، نمی توانست به عبادت کننده آسودگی خاطر ببخشد. اینها فقط خوردنی ها و نوشیدنی ها و راه های گوناگون تطهیر و قوانین مربوط به بدن انسان می باشند و تا زمانی که خدا همه چیز را اصلاح کند دارای اعتبار هستند. اما وقتی مسیح به عنوان کاهن بزرگ و آورنده برکات سماوی آینده ظهور کرد، به خیمه‌ای بزرگتر و کاملتر که به دست‌های انسان ساخته نشده و به این جهان مخلوق تعلق ندارد وارد شد. وقتی عیسی یک بار و برای همیشه وارد قدس الاقداس شد، خون بزها و گوساله‌ها را با خود نبرد، بلکه با خون خود به آنجا رفت و نجات جاویدان را برای ما فراهم ساخت. زیرا اگر خون بزها و گاوان نر و پاشیدن خاکستر گوساله ماده می تواند آنانی را که جسمن ناپاک یا نجس بودند پاک سازد، خون مسیح چقدر بیشتر انسان را پاک می گرداند. او خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به وسیله روح جاودانی به خدا تقدیم کرد. خون او وجدان ما را از اعمال بیهوده پاک خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت کنیم. به این جهت او واسطه یک پیمان تازه است تا کسانی که از طرف خدا خوانده شدند برکات جاودانی را که خدا وعده فرموده است دریافت کنند. این کار عملی است، زیرا مرگ او وسیله آزادی و آمرزش از خطایایی است که مردم در زمان پیمان اول مرتکب شده بودند. برای اینکه یک وصیت نامه اعتبار داشته باشد، باید ثابت شود که وصیت کننده مرده است. زیرا وصیت نامه بعد از مرگ معتبر است و تا زمانی که وصیت کننده زنده است اعتباری ندارد. و به این علت است که پیمان اول بدون ریختن خون نتوانست اعتبار داشته باشد. زیرا وقتی موسی همه فرمانهای شریعت را به مردم رسانید، خون بز و گوساله را گرفته و با آب و پشم قرمز و زوفا بر خود کتاب و بر همه مردم پاشید و گفت این خون پیمانی را که خدا برای شما مقرر فرموده است تایید می کند. به همان طریق او همچنین بر خیمه و بر تمام ظروفی که برای خدمت خدا به کار می رفت خون پاشید. و در واقع بر طبق شریعت تقریبا همه چیز با خون پاک می شود و بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. پس اگر این چیزها که نمونه هایی از حقایق آسمانی هستند باید به این طرز پاک شوند، ما
مسلم است که واقعیات آسمانی احتیاج به قربانی‌های بهتری دارند. زیرا مسیح با آن عبادتگاهی که ساخته دست‌های انسان و فقط نشانه‌ای از آن عبادتگاه واقعی باشد وارد نشده است، بلکه او به خود آسمان وارد گردید تا در حال حاضر از جانب ما در پیشگاه خدا حضور داشته باشد. کاهن بزرگ هر سال به قدس الاقداس وارد می شود و خون تقدیم می کند، ولی نه خون خودش را. اما عیسی برای تقدیم خود به عنوان قربانی فقط یک بار به آنجا وارد شد. اگر چنان می شد، او می بایست از زمان خلقت عالم تا به امروز بارها متحمل مرگ شده باشد، ولی چنین نشد، زیرا او فقط یک بار و آن هم برای همیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی گناه را از بین ببرد. همانطور که همه باید یک بار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند، مسیح نیز یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود برای کفاره گناهان نخواهد آمد، بلکه برای نجات آنانی که چشم به راه او هستند می آید.